பக்தர் சாஹிப் தக ஹயாத் லோட் ருத்பைவி கிட்டு ருத்பைவி பார்த்தி மக்கி பதிவான பாசோ கஸ்தான் தக சிலைகள் சுவேதாச்சி பாய் பம்தி சவியவி லேக்கின் அக சவாலுன சி மௌஜூத் இது ஆப்கானிஸ்தான் பாடா த தாயஷ் பாடா கான் தேக்கன சி மௌஜூத் அதா அவு தாயஷ் பாடா சச்சி தாயஷ் சர த ஆப்கானிஸ்தான் த ஹுக்குமத் அவ யாத் அமெரிக்கா த ஹம்காரி யாத் தை துகான த தக்வி பாடா சிக்கம் சவாலுன அவு அந்தேக்ன روسیه او د سیمې د هیوادونو سره موجوده ده او په ښکاره وایي مخکې ځل کنفرانس کې دا ښکار نو لازمه نه ده چې دا ځواب شي. که دا ځواب نه شي دې ته ځواب ونه ویل شي نو بیا نو دغه رقم کنفرانسونه افغانستان استفاده کوي شي که نه؟ د دغه نوسته نه افغانستان استفاده مخکې نه دوی خپل موقف روښانه کړی ده چې دا د طالبانو سره د مذاکراتو بدیل نه سي ګرځېدلی. یعنی دغه ناسته کومه نتیجه نه لري، داسې پایل نه لري چې هغه د په افغانستان کې د سولې امن او ثبات سره مرسته وکړي. داعش خو بل ضرر لري، دا که سولې او ثبات سره مرسته نه شي کېدلی، لیکن دغه هیوادونه خو کینی سره یو ځای شوي دي، نږدې شوي دي او دا تانه اندېښنه لري او دې اندېښنو ته ته ځواب نه وایې، نو په زوره ټوله منطقه ته د ځان په ضد بسیج کې. خو بیا د افغانستان دولت روسي طرف نه دا پوښتنه کوي چې دغه داعش او طالب په یو مرکز کې په یوه کارخانه کې نه دي جوړ شوی، دواړه یو مارک نه لري، دواړه د یو مرکز نه نه رهبري کېږي. ته دومره بې عقل چې دې باندې نه پوهېږي چې دا دواړه د یو مرکز کې یو ځای کې جوړ شوي دي، یو مرکز نه رهبري کېږي او ته بیا یو سره خپل ګډ او مشترک اهداف هغلته مطرح کوي. داسې په دې باندې خلک باورمن نه دي چې طالب او داعش نو مطلق سره یو شی دي، یو اهداف لري. دغه روسیې پټې بخنه غواړي، روسیې په تیر کنفرانس کې په ډېر وضاحت ویل چې طالبانو سره زمونږ د رابطې دلیل دا دی چې دوی د هغه چا په ضد جنګېږي چې مونږ هم سوریه کې په ضد جنګېدلو. یعنی طالب چون داعش په ضد جنګېږي ځکه ورسره خیر روسي طرف ډېر ځلې دا صدا کړې ده چې طالبان په حقیقت کې د اشغال په ضد جنګېږي. او اشغال بل خبره ده، بله خبره چې دوی لري روسیه علاقه مندی دې سره به څومره وي څومره به نه وي چې افغانستان اشغال نه خلاص شي او که اشغال وي، خو دا علاقه مندی ده چې افغانستان روسیه او د روسیه د نفوذ سیمې ته د خطر منبع ونه ګرځي. دا اصلي خبره ده. نو اصلي خبره چې دا ده هغه د فکر کوي چې طالب دروغ یا په رښتیا دا یقین ورته ورکړی دی چې زموږ اجنډا افغانستان پورې محدوده ده. لیکن داعش دعوا د خراسان ایالت کوي، د خلافت کوي، د ټولې اسلامي نړۍ کوي. نو روسیې ته د منطقي هیوادونو ته طالب او داعش کې دلی فرق دی. دا خو صحیح ده، د اهداف په لحاظ باندې، ولې که دې ته ووایي چې دا چا جوړ کړی ده، کوم ځای کې سر راپورته کړی ده، کوم مارک لري او بلاخره د کوم ځای رهبري کېږي، روسان په دې باندې پوهېږي او که ځان غولوي دا جلا خبره ده. دوهمه خبره چې زه غواړم ووایم، روسان دغه څلور لسیز جنګ او بحران کې هیڅ تاریخي مقطع کې نه وه چې دلته د حضور ونه لري. د ډاکټر نجیب الله د حکومت سقوط نه راوروسته هغه ډلې چې دوی د 1301 کال نه راوروسته په منظمه توګه د روسیې د پوځ د کشف سره، د روسیې د استخبارات سره په منظمه توګه ارتباطات لرله، د همغه ډل نه حمایت وکوه او په نتیجه کې دا جګړه دلته په تنظیمونو تر منځ جګړه باندې بدله سوله. دغه نه راوروسته موږ وینو په اوس کې هم روسان غواړي امریکایي طرف ته دا وښیي چې په افغانستان کې پرته د ما سره په تفاهم کې ته نسي کولی هغه خپل اهدافو ته ورسېږي. هغه خپل اهدافو ته خو نه رسېږي، ولې بالاخره دلته که غواړي چې افغانستان کې سوله راسي، امن راسي، ثبات راسي، پرته د روسانو سره د تفاهم نه بله لاره ممکنه نه ده. امریکا سوله او ثبات غواړي دلته؟ زه داسې فکر کوم چې یو د ښاغلي اوباما او دغه نه مخکې دوران ده چې دوی د روسانو سره په رقابت کې غوښتل منځنۍ شا او بالاخره روسیه د پښو نه وغورځوي. دا یوه خبره ده. دا د ښاغلي ترامپ راتګ نه وروسته
فضا په نړۍ کې تغییر موندلی ده، په دا معنا سره چې ټوله نړۍ د ښاغلي اوباما د سیاستونو په نتیجه کې په یو امریکایي ضد نړۍ باندې بدله سوله، او بالاخره متحده ایالات مجبوریږي چې د خپل تیرو سیاستونو باندې یو پلابیا نوې کتنه ولري او خپل سیاستونو کې تغییر راولي. نو ځکه ښاغلی ترامپ اجازه راکوي، نو ځکه ښاغلی ترامپ پیدا کوي چې ټوله متمدنه نړۍ باید سره متحده شي د افراطګرایۍ په ضد باندې. ستونه داسې دي چې متمدنه نړۍ سره دا خو امکان لري چې د امریکا په ضد متحده کړي، خو لیکن امریکا سره متحده کړي دا امکان لري؟ خو خیر، دا د دوی دا دي، یعنی کېدلی شي د منګه دپاره، د منګه دپاره د ښاغلي ترامپ دغه خبره څه داسې نه دی چې افغانان سره د تاریخ په اوږدو کې د خپل وطن او د خپل ازادۍ استقلال لپاره ډیره قرباني ورکړي، ولې افغانان په دغه تاریخي مقطع کې موږ د روسانو سره یا د امریکایانو سره د مخاصمت او دښمنۍ نه توان لرو نه خیال لرو؟ د ټول افغانانو فکر دا ده چې دلته سوله راسي، امن راسي، سمات راسي، دا د یو عادلانه سوله. موږ چیرته دښمنۍ کوو؟ موږ چیرته توان لرو؟ چیرته دښمنۍ کوو؟ امریکا خو سوال مخته څه کوي؟ خو اوباما او ترامپ یې کوي، امریکا یې کوي، که دښمني هم کوي هغه یې کوي، که دوستي هم کوي. سوال ما هم دا ده، خو د موږ غوښتنه دا ده چې افغانستان کېدلی شي د روسیې او د امریکا د همکارۍ په مرکز بدل شي، نه د دوی د مخاصمت او دښمنۍ، چې دغه د دوی مخاصمت او رقابت او دښمنۍ د افغانانو قرباني وي. چې وشي ډېره خبره ده، کاشکې داسې وشي، لیکن ایا رښتیا هم دغسې کېږي که نه؟ نظر صاحب، د روسیې دغه کوشش او دغه هڅه چې دا خصوصا مخکې درې اړخیز درې هیوادونه وو، روسیا و چین او پاکستان، اوس هند په شان هیواد په دې کې شریکول، ایران خو په ترتیب ورسره نږدې دی، لیکن د هند په شان هیواد دغه کې شریکېدل، افغانستان په یو ترتیب دعوت اول، آیا د دغه لارې نه روسیا کولی شي چې یو منطقوي اجماع رامنځته کړي د خپل نظر د خپل په طرف باندې، یا د امریکا په مقابل کې، د امریکا د سیاستونو په مقابل کې؟ فکر کوم چې تر اوسه ډېره موافقه ده، دا اوس دا په خپل د غونډې وجود په دغه نه لږ وخت کې، یعنی په څو میاشتو په جریان کې، او په هغه کې د استاد په اصطلاح نامتجانسه او په عین حال کې زیرابطه ضروري هیوادونه راټولول په یو واحد اجنډا باندې، دا په خپل څه چې په اجتماعي لحاظ هغه ته اجماع وایي، یعنی یو اجماع منځته راوستلی ده. د اجماع معنی هیڅ وخت دا نه ده چې په ټولو جزئیاتو کې باید ټول خلک سره متحد وي، د اجماع معنی دا ده چې په کلیاتو کې باید ولا خلق سره متوید. کدا د سوي چې تر کوم حد پورې دی کول شي چې د امریکا د سیاستونو په وړاندې یو مشترک موقف اول په افغانستان او خصوصا د داعش په پاس کې د یو مشترک موقف خبره ته داعش داعش و باسه. دا پروژه چې د اوسره شروع ده، دا د طالباني پروژه ده. زه به تاسو وایم چې طالب اوس داسې نازونه شروع کړي دي، رښتیا درته وایم، مثلا کاناډا، انګلستان او فرانسا دی چې ویل دي چې تاسو خپل قیودات په داخل کې د اوغو مملکتو پور ګلبجن باندې مې استکوي، او هغه ویل دي چې نه استکو. یاو په دوبۍ کې چې تیر هفته هم زه وم، داسې اوازه وه چې د افغانستان پر ځینو مقاماتو کې د کندهار د حاجي صاحب په خاطر تور لیست، یو لیست جوړ شوی دی چې یو سلسله خلک پر دوبۍ کې قیودات ورته جوړیږي. که دوبۍ ته قیودات جوړ شي، ټول دنیا ته قیودات ورته جوړ شي، ځکه زموږ لاره کانال ټوله د دوبۍ د لارې دي. زه فکر کوم چې دغه اوس پروژه چې دا روسیا اماده ده چې خپل پخواني متحدین، لکه استاد شو ویل چې هر وخت چې پرزیدنت لودي هغه باید دا بدلی، معنا دا چې جمعیت، معنا دا چې تر اوسه پورې د عبدالله عبدالله دفتر دا ټوله په پخواني ویشو کې د روسیې یو ویش راغلی وو، اما اوس روسیا دې ته حاضر شوې ده چې یو غټه کلی د حل د مسایلو په لاس کې ونیسي، او په دې کې هیڅ شک زنه لرم چې طالب د افغانستان په مسله کې د حل غټه کلی ده. دا څو مسایل حلی، اول مسایل کلی ده کنه ده وس طالب د افغانستان د مسلې په حل کې غټه کلی ده کنه؟ یعنی کلی خو عمل سره ده، د طالب پر شاوخوا دا ګرد راټول دي. کته داسې فکر کوي چې دا چې خود افغانستان د دولت ناراضي یې چې په دې ځای کې ده،
چې هغه مرکزی ایدیا چې اوس الته د خلک پر ټول دی او ظاهرا د افغانستان مسله ده، هغه د طالب ته یو ډیپلوماټیک سیاسي حیثیت ورکول دي. د پاکستان زه به یو خبر ته دا نه رضایتي ول، یعنی دا نه د خپل د یو ناکامۍ نتیجه ده. خو دې نتیجه ده د چا د ناکامۍ؟ د افغانستان د حکومت. افغانستان حکومت ناکام دی، د پاکستان په دې کې ګټه په دې ځای کې ده. پاکستان چې هغه اتهام چې یوازې پرده وریږي، بالا بالا پر ټول به وریږي، دا وایو. د روسیې ګټه په دې ځای کې ده چې د هغه سره چې د امریکا سره د شپارس کال جنګېدلی دی، اوس به هغه ته د لاش بیجل وي، د قماربازانو په اصطلاح باندې، ځکه هغه عارف کېدای شي چې عمده بیجل سي. لکه پخوا چې جمعیت چې د یو چا سره جنګېدلی و، هغه یو د بل بیجل کوله. د ان ګټه په دې ځای کې ده چې په عین حال کې د پاکستان سره هم یو تفاهم په اجا اقل په یو مسله کې منځ راغلی وي، چې بیا لار خلاصې کې د کشمیر و مسلې ته هم. او د چین ګټه په چیش کې ده، هغه داری چې هند یې بالکل متحد دی، پاکستان یې بالکل متحد دی، ایران یې بالکل متحد دی، او روسیا یې بالکل متحد ده. یعنی چین د دغه څخه هغه چې په فارسي کې ناګزیر ورته وایي، چې لاسره وړي چې لاسره وړي دا ټول خلک اول 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 ما دغه مخنيسي زه تا ته هم اول د جنگ کې لیده. جنگ معنا دا چې بالا به قومنده د مسکو ته سجریږي او ټول به ترشا ولاړ وي. د جنگیالو کې لیده، د جنگ کې لیده چې نور به بیا ته ولې داسې فکر کې دا دا یو څوک چې وای چې دا حکومت د امریکا ناکامه پروژه ده. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی په سیاسي لحاظ دا ده چې بیا دې هلته ضرور نه دي چې طالبان او افغانستان دولت خبرې سره وکړي. کېدای شي چې د بوند کنفرانس په ډول یا په تګ یو بل کنفرانس بیا په ډیلی یا بمبئی یا پیکینګ کې جوړ شي او یو حکومت دلته راوړي، او خصوصا دی وکولای شي د ټولو په فشار سره امریکا ته وایي چې موږ تا د یو جنجال څخه خلاصو، نور بیا سره ګورو په آینده کې. د ټرمپ لیونۍ وضعیت ته چې زه ګورم، امکانات دې سره چې موافقه ورسره وکړي او وایي چې هو راځه. تاسو دا احتمال ګورئ چې ترامپ سره یو توافق ته ورسیږي؟ زه ګورم کدی ترامپ ته سم دلایل وایي چې دغه جنجال تا په شپاړس کال حل نه کړي، په شپاړس یې نور نه سي حلولی، پاکستان ته کومک نه سي ورکولی، ایران سره هم جنجال لري. دا جنجال موږ دغه سي حلوو، یو ائتلافي حکومت جوړوو. په دې حکومت کې فرض یې کړی دوه شپږ میاشتې یو کال یو موقتی حکومت ورسته بیا انتخابات سره کیږي، او امریکا به خپل ټول منافع او اهداف او دلته څه چې دی هغه وایي. برعکس پاکستان به وساتي، ایران به تر ځایه وساتي، روسیه سره به نږدې وي. د پاکستان د افغانستان امریکا دلته دورنامه نه لري. دا و چې د زمور رئیس جمهور وایي چې خلک راوسته او عسکر راوسته، نو هغه به څوره واسي خود رئیس اوراستي. انګلستان صدر اعظم امریکای رئیس جمهور ته واضح وویل ول د افغانستان او عراق ترمنځ د زیات قیمت جنگو وخت تیر شوی دی، اوس معنات واسه واسطه پندوس استی شپته استی، خو نتیجه نه لري. نو نتیجه نه لري، یعنی دا ټول پر طالبانیزم باندې راګرځېدونکي پروژه ده. ای مجموعه از کشور ها با طالبا یا و یعنی به خاطر چی کردن میتونن با طالبا چی کار کردن میتونن که وضعیت برای به طرف صلح و با طرف اصلی جنگ چی کردن میتونه که صلح به این منطقه بیاد؟ ببینید دکتر، من میخواستم در ابتدا بتون عرض کنم که امریکا همین کشور ایالات متحده امریکا دچار یک درد زایمان است. من فکر میکنم به این معنا که هنوز ترامپ تولد نشده، یعنی هنوز مشخص نیست که زنده میمونه، یعنی طفل بله. شما ببینید همین چند روز پیش به خاطر یک جنجالی که برای رئیس شورای امنیت ملی یا مشاور شورای امنیت ملی امریکا پیش آمد، و آدم مجبور به استعفا شد و دلیلش هم روسیه بود. یعنی رابطه با روسیه یک رابطه با روسیه یک زمانی بود که در امریکا کسی که بنام به کمونیست متهم میشد دیگه، او آدم با وجود همین دموکراسی او آدم دیگه باز آینده نداشت. و حال هم به نظر میرسه که یک گروهی هست در داخل امریکا که کسایی که با روسیه ارتباط دارن در تلاش هستن که اونا را از صحنه حذف کنن. هنوز این پروسه تکمیل نشده. شخص ترامپ هم از جمله کسایی است که حتی امکان داره که نرسه به این مرحله که به قدرت برسه. هنوز هم ما چیزی نمیبینیم، هنوز برای اولین بار است که ما میبینیم که مثلا یک فرمانش برای تعلیق در میه از توسط محکمه. پس هنوز در امریکا بسیار چیزها هست که
مشخص نیست و تا زمانی که سیاست‌های آمریکا در قبال روسیه و این منطقه مشخص نشده و روشن نشده، هر چیزی که ما میگیم در حقیقت یک نوع قیاس‌آرایی است. فکر می‌کنیم که همونطور اگر چنین شود چنین خواهد شد. بنابراین ما بسیاری این خوب بسیار واضحه که روابط روسیه و آمریکا بهتر میشد به نفع افغانستان است و صلح و امنیت به افغانستان باز خواهد گشت. لیکن برعکس از این، اگر چنین نمیشه، روسیه و چین و این کشورهایی که حالا در این کنفرانس بگیم جمع شدن، از یعنی چی یا چی میتونن بکنن؟ امریکا را میتونن وادار بسازن که سیاستای خود را تغییر بدن؟ چی کده میتونن؟ امریکا درگیر طولانی ترین جنگ تاریخ خود در افغانستان است. این حقیقت است که خود امریکایی ها را اعتراف میکنن. این جنگ برای امریکا تا کنون حدود $1 تریلیون هزینه برداشته که خودشان میگن، البته بعضی وقتا گفته میشه که مصارف جنگ افغانستان از جمله اسرار نظامی است، تا به حال گفته نشده که چقدر پول در اینجا مصرف شده، اما گفته میشه که در این حدود خب در افغانستان بله اینقدر پول در اینجا در افغانستان غرق شده و طولانی ترین جنگ امریکا هم به نتیجه نرسیده. همین چند روز پیش بود که وقتی که صحبت از این شد که باید نیروهای جدیدی به افغانستان گسیل شود، این سوال مطرح میشه که وقتی که 140,000 سرباز خارجی در اینجا بودن و این جنگ از حالت بنبست بیرون نشد و این جنگ ادامه پیدا کرد که مبدل شد به طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا، چطور با 10,000 سربازی که حالا میفرستین، مثلا تعداد سربازا در این کشور 30,000 نفر شد یا 40,000 نفر شد، آیا چطور میشه این جنگ از حالت بنبست بیرون آورد؟ پس بیرون آوردن بنبست، این جنگ از حالت بنبست بیرون آوردن از راه نظامی اگر میشد تا به حال شده بود که نمیشه از این بعد. پس وقتی که نمیشه، روسایی را دقیق فهمیدن. همین که من پیشتر گفتم که نه این بنبست واقعی است یا امریکا میخواد که وضعیت به این ترتیب، یعنی ادامه جنگ جزء از اهداف امریکا است به خاطر اهداف کلانتری که داره فراتر از افغانستان. امریکا میتونست در اون سال اول اگر صلح میخواست میتونست در افغانستان صلح برقرار شود، به عنوان یک نیروی وسط می آمد و طالبان را می آورد و دیگران را و می گفت که حکومت بسازین در اینجا و دست از جنگ و کشمکش بردارین. کار یعنی در اون زمان بسیار آسان تر بود. تا سال 2003 که به عراق حمله کرد، تا اون زمان به نظر می رسید که در افغانستان امکانات این کار میسر بود، اما چنین کاری نشد. یعنی معنایش این است که امریکا خواهانه صلح در افغانستان نیست. امریکایی‌ها می‌خوان که جنگ دوام کنه و همین مسئله سبب نگرانی کشورهای منطقه است. اگر امریکا واقعاً در جستجوی صلح در افغانستان می‌بود، این کار نمی‌شد. شورای عالی صلح که با مصرف $100 میلیون به وجود آمد و امریکا پولش داد، فقط با عنوان یک وسیله و ابزار بود که به دنیا بگه که ما صلح می‌خوایم. اینجا یک نمایش بله. اینمی مردمی که همینجا به نام شورای عالی صلح جمع شدن، اینا کسایی هستن که بودجه هم نمیتونم به خاطری که در جهت صلح. پس این کنفرانس شر جانب یعنی چی دستاورد میتونه داشته باشه؟ با افغانستان چی معنا داره؟ برای ببینین، برای افغانستان، خب افغانستان ما میگذاریم فقط میگیم برای امریکا، چرا که تصمیم امریکا در مورد افغانستان مهم است، در مورد اینمی حکومت وحدت ملی که اینا به وجود آوردن مهم است. اگر منظور این شش کشوری که در اینجا جمع شدن لااقل اکثریتشان همین بوده باشه که ما باید این منطقه را از این حالت بیرون کنیم، این در حقیقت یک پیغام بسیار خوب است برای آمریکایی ها و برای مردم افغانستان. با اینا یعنی که ما نمیخوایم که بشه دیگه جنگ در افغانستان ادامه پیدا کنه و در این منطقه بدبختی ها ادامه داشته باشه. برای روسیه و برای ایران مسئله افغانستان به معنای یعنی دوام جنگ در افغانستان به معنای احتمال بازگشت یا احتمال آمدن داعشی ها بعد از شکست در سوریه به میدان جنگ افغانستان است که از همین حال شایعات هم در این مورد پخش میشه، در حالی که تا جایی که از شایدهای عینی در جایی که سر و صدا بلند شده میشنویم چنین چیزی نیست. ببینید همین کشتارهایی که صورت میگیره مثلا در مورد دریورای صلیب سرخ بین المللی و دیگرها، گفته میشه که داعش است. طالبان میگن اصلا در اینجا داعشی وجود نداره. این کار توسط کسایی صورت میگیره که اونا با دولت ارتباط داره. در غور یک بار همین قتل عام صورت گرفت. لیکن یک معنا خود داره. کسایی هستن که میخوان داعش در اینجا حضور داشته باشه یا حداقل نام داعش در اینجا باشه. بله همی... یک مسئله را من خدمت شما. و اگر تشویش اصلی همین اندیشه است که اگر امریکا و یا حلقات حکومت افغانستان باشه
باز خوی تشویش زیادتر میشم. یک بار دولت افغانستان اعلان کرد و حتی یکی دو تا جنرال هم در این مورد مورد باز پرسی قرار گرفتن که سلاحایی را که از کمپانی های سیکوریتی جمع شده بود سلاح او سلاح گم شده. ما شما شنیدیم. یا سلاحی که در دایاک و دیدیار گرفته شده بود اما سلاح کجا هستن؟ اون را خود به سربازا خود داده نشده. چی شده می سلاح؟ بعضی کسایی که از شرق افغانستان میاین اونا میگن که این جنگجوی های داعش سلاح نو ندارن، سلاح های برشان داده شده که سلاح های مستعمل است و حتی میگه که در تصمیه بعضی از این کلاشینکوف نام نوشته است که کار در زمان جهاد مجاهدین هم میکردن و زمین شرکت های سیکوریتی هم که میدیدیم در این تصمیه اگوان کس نام نوشته میکرد. پس این مسئله خودش سوال برانگیز است. اونا بر این برای روس ها، برای ایرانی ها، برای چین، برای این کشورها حالت افغانستان یا حالت مبهم افغانستان بسیار نگران کننده تر از این است که مثل مثلا واقعی سوریه. در سوریه خب همه چیز مشخص است، در اونجا میدانند که کی در کجا هست، به خاطر چی میجنگه چی. اما در افغانستان دولت افغانستان بزرگترین مشکلش ای بوده که در برابر اتهامات بسیار سنگینی که مبنی بر ارتباط این حکومت با داعش و با گروه های دیگه بوده خاموش باقی مانده. ببینین وقتی که یک وکیل پارلمان میایه و شما رو متهم میکنه میگه که من اسناد دارم و نشانم میده، یک سی دی میگه که من اسناد دارم که دولت افغانستان یا علاقاتی در داخل این دولت افغانستان از این گروه حمایت میکنه، در اینجا دیگه دولت افغانستان نباید خاموش باشه، باید این شخص بدسانوالی جلب کنه و بگه بیار اسنادتش چی است، سند داری؟ خود وقتی که خاموش میمونی معنیش این است که واقعا اون سند وجود داره. مسائلی هست که همین مردمی که میان کسشان میپرسن، شما بپرسین که در ولسوالی های پچیراگام و در جاهای دیگه که در شرق افغانستان است، در کوت، در اینجا شما چی دیدین؟ شما کی را میبینین که به نفع داعش کار میکنه؟ خب واضح است جرم روزا سبب اگه این سوال قسم مطرح کنیم که اگر سیاست فکر کنیم اتهاماتی که وجود داره این حقیقت باشه و داعش توسط مسات استخباراتی تقویه شده بره، حلقات در داخل افغانستان هم اینو تقویه کرده بره، تصمیم کشور یعنی بالاخره روسیه و چین و ایران و کشورهایی که ممکن است متضرر باشن از داعش بالاخره تصمیم یا چی خواهد بود؟ ببینین کشورهای فقط جنگ نیابتی، کمک با طالبا و یا اقدام فراتر از این؟ یک بار می دیوار وقتی که مشکنه، وقتی که یک گروهی که تا قبل از او به عنوان یک گروه تروریست شناخته میشه، همین دیوار از بین میره و میره با یک طرف دیگه که تروریست میشناختش به او صحبت میکنه، مذاکره میکنه و او را اطمینان میده که من مخالف تو نیستم، برای تو کدام مشکل ایجاد نمیکنم، برای هیچ کشور دیگه هم مشکل ایجاد نمیکنم، برنامه بین المللی هم ندارم، ما برای آزادی کشور خود میجنگم. بعد از او باز بسیار دشوار است که او کشور تو دوباره تو متقاعد بسازی که نه این گروه یک گروه تروریست است. او خود رفت شناخت و با هم صحبت کردن. مذاکرات میان طالبا و روسا از مدت ها پیش شروع شده بود، از سال 2006 شروع شده بود، تازه نیست. روسا از وقایع داخل افغانستان بسیار دقیق اطلاع دارن، برعکس آنچه که دولت افغانستان فکر میکنه و میره مثلا برای یک کشور دیگه میگه که این انفجاری که صورت گرفت توسط پاکستان شده، اونا میدونن خودشان که چی شده در افغانستان. از سال 2006 و 2007 من وقتی که میدیدم همین مسائل مربوط به مواد مخدر در داخل افغانستان و زمانی که مایکل فلن در اینجا قماندان نیروهای بود، در امو زمان برای اولین بار روس‌ها این فرصت پیدا کردن در داخل افغانستان که بیان در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان کار کنن، که شخص باز همین کسی بود که مایکل فلن که امیال بله در بیتهام رابطه با روس‌ها استفاده بله. آیا ممکن نیست که زمان وقت رابطه پیدا کرده باشون این همی آقای مایکل فلن در زمانی که در سال 2007 از 2004 تا 2007 در افغانستان کار میکرد، در همون زمان روس ها نیروهای روسی داخل افغانستان میشدن و میرفتن عملیات کردن در بعض جای ما شما باید داری میره. بنابراین در خود امریکا هم اطور نیست که ما بگوییم که امریکا یک دولت بسیار منسجم است و منظم است و همه چیز، بسیار مسائل دیگه هم در پشت پرده وجود داشته که من فکر میکنم به تدریج باز در آینده افشا خواهد شد. اما برمیگردیم به سر این مسئله که روس‌ها انتظار چی را دارن؟ روس‌ها میدارن که امریکا در افغانستان پیروز نمیشن. اما طور که گفتم این تاریخ همین کانفرانس هم در حقیقت پیام است با امریکا که شما وقتی که کار نمیتونین بکنین فقط و فقط میشه که با ما معامله کنین. ما لیکن امریکا خودشان برامدن و جنگ آل امریکا نمیکنن، ما میکنیم.
ای وضعیت متفاوت از روسا نیست. روسا خودشان می جنگیدن و آل امریکایی ها نمی جنگن، افغان ها می جنگن. بله، در اینجا نیروهای خارجی همین که صحبت میشه که ما اگر نیروهای خارجی از افغانستان خارج شوند دیگه این حکومت سرنگون میشه یا نیروهای ما توان دفاع را ندارن، بارها یه حرف گفته شده و حال هم که میگن که باید نیروها بیشتر شون، میگن که اگر این حالت به همین شکل بمانه این جنگ یک جنگ به بنبست رسیده است. بنابراین چیزی که امریکا میخواست در افغانستان به جایی نرسید، یعنی جنگ به بنبست رسیده معنایش این است که یک طرف طالب است، یک طرف دولت افغانستان است و اینا و یک توازن جدید در منطقه هم به وجود آمده. آه. آه. بله، و در عین حال گروهی را که به نام داعش در اینجا سر بلند کرده بود تا به حال نتونسته کدام جغرافیای وسیع را در اختیار خود بگیره و از اونجا عملیات بکنه یا چیزی که در جای دیگه شده بود که مثلا مثل که القاعده را اینا تونستن از بین ببرند، در افغانستان طالب از بین ببره. بنابراین این در این حالت اگر نیرو بیشتر میشه در اینجا معنایش این است که همون برنامه‌ای را که نتونستن در اینجا با پیروزی برسانن، با آمدن نیروهای بیشتر امکان داره که باز او برنامه شکل دیگه را به خود بگیره. از این سبب من فکر میکنم که نشست شش جانبه مسکو برای آینده افغانستان به این دلیل میتونه خوب باشه که کشورهای منطقه، کشورهای مهم منطقه و قدرت‌های منطقوی در رابطه با مسئله افغانستان به طرف یک نوع همگرایی میرن. که لیکن یک حکومت وابسته در افغانستان و یا حکومتی متکی به امریکا در افغانستان میتونه که از این فرصت استفاده کنم؟ من فکر میکنم که این فرصت، یعنی فرصتی که اگر دولت افغانستان بخواد که در جهت رفتن به صلح کار بکنه از این فرصت میشه استفاده کرد، اما وقتی که برنامه جنگ باشه در اون صورت باز دیگه اینا صلح میخوان و اونا جنگ میخوان، نتیجه نداره. بسیار زیاد تشکر. تشکر اومدن. سلامت سه منانه گرام بدون وقتی وقت خبر اخوخته بابا. بله مهربانی آقا درته. هر خارجی طرف چه غواړي آقا دل چې دوی سره رابطه لري، مزدور یا جیره دل د ملک پر سرنوشت باندې حاکم کوي، یعنی وته پی تحمیل کی هیڅ کله افغانستان کې سول رانسی او غیب بدلی نه سولونه وړي ګان. او همدا مننه ګرلودونکو تاسو نه هم مننه تر اوسه پورې موږ سره وي راتلونکو باس پورې خدای سپارو. الله مو مرسي.